برای هواپیمایی که در ارتفاع 7315 متری سقفش را از دست داد چه اتفاقی افتاد؟ در 28 آوریل سال 1988 پرواز 243 هواپیمایی آلوها به مقصد هانالولو از فرودگاه بین المللی هوایی بلند شد. فاصله این دو شهر فقط یک ساعته و در روز مذکور آب و هوا بی نظیر و همه چیز در بهترین حالت خودش بود. اما درست چند دقیقه بعد از اینکه پرواز از روی زمین بلند شد، یه صدای مهیب تمام هواپیما رو به لرز انداخت و سقف کابین فرست کلاس هواپیما با یک انفجار از جا کنده شد. مسافرها و خدمه ترسیده بودند که آیا همگی قرار از هواپیما به بیرون پرت بشن؟ آیا میتونن یه فرود اضطراری داشته باشن؟ آیا بقیه قسمت‌های هواپیما هم چند دقیقه دیگه از هم باشه؟ و سوالات مشابه بسیاری در ذهنشون جریان داشت. در اون روز شوم 89 نفر مسافر و 6 خدمه از جمله کاپیتان رابرت چانس تایمر و افسر یکم مادلین تامکینز سوار پرواز 243 بودند و در مجموع چیزی حدود 10000 ساعت تجربه پرواز با این مدل بوئینگ، یعنی بوئینگ 737 داشتند. این هواپیما 19 سال عمر کرده بود، یعنی تقریبا 10 سال از تاریخ بازنشستگیش گذشته بود. در اون روز به خصوص 3 پرواز دیگه هم کرده بود و هیچ چیز غیرعادی در بازرسی‌های قبل از پروازش مشاهده نشده بود. روی کاغذ همه چیز برای پرواز در شرایط عادی مهیا بود، هرچند که یکی از مسافرها موقع سوار شدن به هواپیما نگاهش به یه ترکه روی بدنه هواپیما افتاده بود، ولی با خودش فکر کرده بود که احتمالاً خدمه ازش مطلعن و به همین دلیل به کسی چیزی نگفته بود. بعد از اینکه همه بررسی‌های قبل از پرواز انجام شدن، هواپیما بدون هیچ مشکلی به پرواز درآمد و شروع به اوج گرفتن کرد. تازه به ارتفاع 7315 متری رسیده بودند که یهو یه صدای ناهنجار انفجار با صدای تند باد مخلوط شد و همه را به وحشت انداخت. همین که تامکینز سرشو به عقب برگردوند، متوجه تکه‌های فوم و عایق شد که در حال اومدن به سمت کابین خلبان بودند. بعد خلبان سرشو به عقب برگردوند و متوجه شد که در ورودی کابین خلبان به کلی کنده شده و صحنه ترسناکی به سمت آسمون آبی ایجاد شده. همه مسافرهای قسمت فرست کلاس وحشت کرده بودند و محکم به صندلیشون چسبیده بودند. اونا با چشم دیده بودند که چطور یه ترک کوچیک باعث شده سقف هواپیما توی سرعت 482 کیلومتر بر ساعت کنده بشه. همه هواپیماها دارای سیستمایی هستند که فشار، میزان جریان و دمای هوای کابینو کنترل میکنن. در ارتفاع پرواز هواپیماها توی اتمسفر، اکسیژن کاهش پیدا میکنه و دمای هوا پایین میاد. در چنین شرایطی این سیستمها اهمیت پیدا میکنن و مانع از یخ زدگی و خفگی مسافرها میشن. اما اگه یه انفجار انبساطی درست مثل چیزی که برای پرواز 243 اتفاق افتاد رخ بده، این سیستما از کار میافتن و دقیقاً به همین علت ماسکای اکسیژن توی هواپیماها تبیه میشه. قسمت جالب ماجرا اینه که توی این سانحه عجیب 5.5 متر از سقف هواپیما کنده شده بود و این یعنی ماسک اکسیژنی هم در کار نبود. خوشبختانه مسافرها به صندلیشون چسبیده بودن، اما خدمه پرواز باید هر چیزی که نزدیکشون بود و میگرفتن تا به بیرون هواپیما پرت نشن. قسمت تراژیک ماجرا اینه که یکی از اونها موفق نشد به موقع این کارو بکنه و بگذره. مهماندار اول کلارا بل لانسینگ خیلی سریع به داخل سوراخی که در سمت چپ هواپیما ایجاد شده بود کشیده شد و بیرون افتاد. مهماندار دوم میشل هوندا روی زمین افتاده بود، اما در همون حالت سعی می‌کرد خودش رو توی راهروی هواپیما به سمت عقب و جلو بکشه و مسافرها رو آروم کنه. در حالی که کابین خلبان تقریبا دست نخورده بود، خلبان‌ها ماسکای اکسیژنشون رو روی صورتشون گذاشتن و می‌دونستن که خیلی سریع قراره کنترل هواپیما از دستشون خارج بشه. هواپیما به سمت چپ و راست متمایل می‌شد و هر لحظه ممکن بود از مسیرش خارج بشه. تامکینز سعی می‌کرد به وسیله ترانسپوندر به هانولولو اطلاع بده که نیاز به فرود اضطراری در نزدیکی جزیره ماوی داره، اما صداهای توی کابین خلبان انقدر بلند بود که هیچکس نمی‌تونست بفهمه پیغام چی. اونا نمی‌تونستن با مهماندارها یا حتی با هم دیگه صحبت کنن. برای همین با اشاره دست به هم فهموندن که باید فرود اضطراری داشته باشن. پس بدون تلف کردن وقت سعی کردن ارتفاع رو کم کنن. توی این بازه سرعت پایین اومدنشون حتی به 1250 متر بر دقیقه هم رسیده. برای اینکه بهتر متوجه بشین، سرعت عادی کاهش ارتفاع جت‌های مسافربری که توی ارتفاع 3050 متری پرواز می‌کنن 915 متر بر دقیقه است تا کنترل هواپیما از دست نره و سقوط نکنه. اما پرواز 243 همین جوریش هم داشت از کنترل خارج می‌شد و باید هر چه زودتر فرود بیاد. در نهایت اونا تونستن تا ارتفاع 4270 متری پایین بیان. تامکینز موفق شد با کانال اضطراری جزیره ماوی ارتباط برقرار کنه و درخواست فرود اضطراری به همراه تجهیزات پزشکی بده. در اون لحظات خلبان فکر میکرد که این حادثه قرار کلی کشته و مصدوم به جا بزنه.
فرودگاه جزیره خودش رو آماده کرده بود. وقتی هواپیما به ارتفاع 3000 متری رسید، کاپیتان کم کم سرعت رو مطابق با محدودیت‌های سرعت کنترل ترافیک هوایی کاهش داد. حداقل توی این ارتفاع میشد نفس کشید. وقتی به سرعت 310 کیلومتر بر ساعت رسیدن، کاپیتان متوجه شد که کنترل هواپیما تقریبا از دستش خارج شد. فرود اومدن مستلزم این بود که سرعت هواپیما حداقل به 240 کیلومتر بر ساعت، یعنی 70 کیلومتر کمتر از سرعت فعلیشون برسه. اما چاره دیگه ای نبود. یا باید سرعت رو کم می‌کردن و کنترل هواپیما رو از دست می‌دادن، و یا با همون سرعت فرود می‌اومدن و یه تصادف خیلی سریع رو تجربه می‌کردن. کاپیتان به تامکینز دستور داد چرخ‌ها رو باز کنه. همه یه چراغ‌ها سبز شده بودن به جز یک. چرخ‌های جلوی هواپیما باز نمی‌شد. خلبان‌ها تلاش کردند به صورت دستی به سیستم کنترل بفهمونن که چرخ‌ها رو باز کنه، اما بیهوده. معمولاً یه درکه توی کابین خلبان وجود داره که در حالت عادی میشه از طریق اون چرخ جلویی رو دید، اما تو پرواز 243 درکه هم مسدود شده بود. کاپیتان تصمیم گرفت به جای اینکه بیشتر از این وقت تلف کنه، خیلی سریع فرود بیاد. اگه اشتباه کرده بود و چیزی جلوی هواپیما رو پایدار نگه نمی‌داشت، هواپیما با سرعت 320 کیلومتر بر ساعت به آسفالت بند فرود برخورد می‌کرد و هیچی جلو دارش نبود. فقط باید دعا می‌کردن، چون یه سقوط فاجعه بار در شرف وقوع بود. خوشبختانه معلوم شد که چرخ جلو باز شده، ولی به دلیل از کار افتادن چراغ‌های فرود داخل کابین قابل مشاهده نیست. 13 دقیقه بعد از کنده شدن سقف، کاپیتان تامکینز و شارن سایمر موفق شدن هواپیما رو به سلامتی روی زمین بشونن. کارکنان فرودگاه قادر به باور صحنه پیش روی چشمشون نبودن. سقف هواپیما مثل در قوطی تن ماهی کنده شده بود. از 89 نفر مسافر و خدمه یک نفر کشته شد و 65 نفر زخمی شدن که حال 8 نفرشون وخیم بود. شاید براتون جالب باشه که بدون این زخامت بدنه این نوع هواپیماها در حدود 2.5 میلیمتر، یعنی به اندازه زخامت دو تا کارت آبربانک که به هم چسبیده است و از ورقهای فلزی ساخته میشه. در بوئینگ‌های 737 برای ساخت بدنه از ورقهای 4x2 استفاده میشه و این ورقه‌ها پس از سوراخ‌کاری لبه‌ها با پرچ به هم متصل میشن. اما چطور ممکنه که بازرس‌ها متوجه این ترک نشده باشن؟ مشخص شد که اداره هوانوردی فدرال برای پایین نگه داشتن هزینه بازرسی هواپیماهای قدیمی بوئینگ، بازرسی بدنه را فقط در امتداد دوتا از مهمترین اتصالات الزامی می‌دونسته و بازرسی سایر مفاصل به صلاحیت هر شرکت هواپیمایی بستگی داره. با وجود اینکه این هواپیما 35496 ساعت یا 4 سال تمام توی یه محیط نمکی و بسیار خورنده پرواز کرده بود، هواپیمایی آلوها بازرسی این اتصالات را از دستور کارش خارج کرده. چنین کاری از نظر استانداردهای تعمیر و نگهداری هواپیما یک شکست فاجعه بار محسوب می‌شد و به همین دلیل قانونگذاران ایالات متحده قوانین بازرسی تمام هواپیماهای قدیمی در حال استفاده را تغییر دادند. اما این تصمیم برای کسی مثل کرالاب لانسینگ فایده‌ای نداشت و متأسفانه جسد این مهماندار هیچ وقت پیدا نشد. شایان ذکر که اگر اقدامات شجاعانه خدمه این پرواز نبود، شرایط میتونست از این هم بدتر بشه. ناوگان هوایی ایالات متحده از خدمه این پرواز به عنوان قهرمان تقدیر کردن، ولی احتمالاً اونها آخرین خدمه هایی نیستن که به خاطر شیوه های بد تعمیر و نگهداری مجبورن با ترس زندگی کنن. بسیار ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. اگر از دیدنش لذت بردین، لایک بفرمایید و کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید.